سلام بر شما. به فراخبر خوش آمدید. کازاخستان نام مقام های امارت اسلامی را از فهرست گروه های هراس افغان حذف کرد. رئیس جمهور کازاخستان گفته است که کشورش با توجه به اهمیت توسعه همکاری های بازرگانی و اقتصادی با افغانستان مدرن و درک این که نظام کنونی پایدار و بلند مدت است، نام طالبان را از فهرست گروه های هراس افغان حذف کرده. این در حال است که پیش از این روسیه نیز گفته بود که حذف نام مقام های امارت اسلامی را از فهرست گروه های هراس افغان بررسی می کند. اما پیام حذف نام طالبان از فهرست گروه های هراس افغان از سوی کازاخستان چیست و چقدر زمینه را برای بررسمیت شناسی امارت اسلامی مساعد می سازد؟ موارد است که با مهمانان برنامه فضل رحمان اوریا آگاه مسائل سیاسی بحث می کنیم و مهمانی که از طریق خط اسکایپ وصل خواهند شد با اونها هم این موضوع را شریک می سازیم. رحمت الله حسن آگاه مسائل نظامی هم از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. آقای اوریا با برنامه بسیار خوش آمدین. خب ابتدا میشه واکنش شما را داشته باشیم در پیوند به تصمیم تازه کازاخستان. تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب حسن صاحب و بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و ارجمندتان. 22 سال قبل از امروز امریکا با یک افسانه جعلی و مصنوعی 11 سپتامبر توانست برخی از کشورهای منطقه و همسایه ما را متحد خود بسازه و علیه افغانستان عملیات اشغالگرانه داشتن و طالبان را به اصطلاح خودشان تروریست معرفی کردند. مگر بعد از 22 سال واقعیت جای خود گرفت. جهان چهره اصلی امریکا را و برنامه ها و پلان های شوم استعماری امریکا را شناختند و حال جهان اعلان میکنه، کابلوب اعلان میکنه که طالبان یک سازمان ملی اسلامی و آزادی بخش است. یعنی یک سازمانی را که امریکا او را تروریست میدانست، امروز شرق دنیا علنا او را به حیث یک سازمان ملی اسلامی و آزادی بخش به رسمیت میشناسه. اما تا جایی که مربوط به رئیس جمهور قزاقستان هستند، قزاقستان میگه افغانستان مدرن، جهان مدرن. این کلمات جدید است که استعمال میکنه. جهان مدرن، جهان عالی از تسلط و استبداد امریکا. جهان مدرن یعنی جهان چند قطبی. افغانستان مدرن که در اینجا دیگه سلطه امریکا دیگه بعد نمیتونه وجود داشته باشه، رسما اعلان میکنه که بعدا طالبان یک سازمان آزادی بخش ملی اسلامی هست و ایر از لیست تروریست ها دور میکنه و عملا اعلان میکنه که افغانستان باید عضو فعال و استراتژیک نظام منطقوی باشه. بله. و عملا اعلان میکنه که چیزی را که ما میگیم اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی با این توافق دارد. پس شرق تصمیم گرفته خلاف اراده امریکا که افغانستان به رسمیت بشناسه، با افغانستان روابط استراتژیک داشته باشه، افغانستان به حیث شریک استراتژیک خود در عرصه های اقتصادی و سایر مسائل دیگری انتخاب کرده. پس این یک فصل جدید است، هم در روابط منطقوی با افغانستان و هم در روابط جهانی با افغانستان، و این یک گذار شرق هستند از تومار وحشتناک سیاهی که امریکا در اطراف افغانستان ایجاد کرده بود و این تومار سیاه آیستا آیستا برای ابد منهدم، منقرض و از میان برداشته میشه. خیلی سپاسگزار، حتما با جزئیات بیشتر با شما بحث میکنیم. آقای حسن، خب کازاخستان نخستین کشور است که رهبران امارت اسلامی را نامش از فهرست گروه های هراس افغان حذف میکنه. شما چگونه نگاه دارین به این تصمیم؟ سلام به شما و همتنهای عزیزم. مهمانان محترمتون، واقعا قابل تقدیر است رئیس جمهوری قزاقستان ایتو یک اقدامی را در مورد امارات اسلامی انجام داد. قبلا هم قزاقستان رابطه های خود را در امارات با همراه امارات اسلامی گسترش داده بود، اما تو کشورهای آسیایی میانه، ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان. ببینید در منطقه آسیایی میانه
امروز یک نقش فعال را آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان با ترکیه یک جای بازی میکنند. در این حوزه تمدنی آسیای میانه جای پای افغانستان، افغانستان جزو آسیای میانه بزرگ است، به خاطر که آسیای میانه از حلقه معاصره منطقوی خلاص شود، راه نجات از خط ریل و به آبهای بحر وصل شدن از طریق افغانستان است. افغانستان یک مرکز ترانزیت است. قزاقستان یکی از تولید کننده های عمده نفت و موادهای بسیار وافر در سطح دنیا علاقمندان زیاد دارد. بله، یعنی آقای حسن، شما تصمیم قزاقستان را با اهمیت میدانین، فکر میکنین که خب قزاقستان میتونه این تصمیمش نقش داشته باشد در بازی های دیگر منطقه ای؟ بعد از قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، در آینده بسیار نزدیک ترکیه، قرغزستان، یک شورا امارات اسلامی را افرادش از گروه های تروریستی که آمریکایی ها درج کردن یا خارج میکنند، به خاطر اینکه آسیای میانه در قرن 21 مرکز اقتدار اقتصادی است و موادی که آسیای میانه بسیار وافر داره. یک جنگ بی امان در آسیای میانه بین چین، روسیه، آمریکا و ترکیه در حال جریان است. اینها یک اتحادیه کشورهای ترک زبان ایجاد کردند که در رأس ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان قرار دارد. نقش محوری در موضوعات افغانستان فعلا قزاقستان آغاز کرد، ولی نقش میوری را در مورد افغانستان ازبکستان بازی میکنه. ازبکستان تلاش بسیار جدی کرده که راه های خود را از طریق افغانستان، خط ریل و خط برق و سرک ها را بر پاکستان و ایران وصل کنه. موادهای تولیدی از یاد در بازارهای دنیا با سریع تری بروه. یا دیگه بسیار منتظر بودن، 20 سال منتظر بودن، آمریکایی ها وعده ها داده بودن که راه را حل میکنیم، مسائل حل میکنیم. در هر جایی که آمریکایی ها بروان اونجا تشنج و دربدری و بدبختی را در مردم های منطقه ایجاد میکنن. برای امارات اسلامی واقعا امروز یک دستاوردی بسا بزرگ است. اولین کشوری که بدون هیچ حراس از آمریکا و کشورهای غربی اقدامی را کرده، امارات اسلامی باید حسن نیت خود در بخاطر اجرای بعضی گپایی که باید اجرا بکنه مردم منطقه را و جهان را خوشنود بسازه، عملا اجرایت خود اقدام خود شروع بکنه. خیلی سپاسگزار، برمیگردیم به شما. ولی آقای اوریا، فکر میکنین بعد از این چی تغییر خواهد کرد؟ آیا این تصمیم قزاقستان منجر به آغاز سلسله ای حذف نام رهبران امارات اسلامی از فهرست گروه های حراس افغان کشورهای دیگر منطقه خواهد شد؟ پیش از این روسیه هم اعلان کرده که بررسی میکنه این مسئله را. ببین، چند چیز مهم است. یک، قزاقستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است و قزاقستان عضو اتحادی اقتصادی امی کشور هست و قزاقستان عضو سازمان همکاری شانگهای هست. پوتین رسما چند روز قبل گفت هر کاری که ما میکنیم در جهت دور کردن امارات اسلامی از لست سیاه با همکاران منطقوی خود و متحدین خود در هم نظری و توحید نظر انجام میدیم. و امروز هم رئیس جمهوری قزاقستان میگه که چیزی را که ما میگیم که افغانستان عضو فعال نظام منطقوی و استراتژیک باشه، و او میگه که نظام حاکم بر افغانستان یک نظام استراتژیک و دوامدار هست. ای اولین کشور است در دنیا که اعلان میکنه که حکومت افغانستان یک حکومت پایدار و استراتژیک است. این دیدگاه، دیدگاه قزاقستان تنها نیست، این دیدگاه روسیه است، این دیدگاه ترکمنستان است، ازبکستان است، قرغیزستان است، آذربایجان است و بالاخره چین و روسیه است. شاید قزاقستان اولین کشور هم باشه که دولت افغانستان به زودی به رسمیت بشناسه و بعدا همونطور به شکل زنجیره‌ای تمامی کشورها
یکی پای دیگری افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت، لیستای سیا را به سپید تبدیل خواهد کردن و به تعقیبش کشورهای عربی و جنوبی آسیا افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت. بله، و دلیلی که ابتکار را قزاقستان به دست گرفته چی است؟ ببینید، این ابتکار تنها قزاقستان نیست، برس کردیم که عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی است. این اعضا که هر کار میکنه با اتفاق نظر میکنه، پس این اتفاق نظر در پشت پرده وجود داره و قزاقستان در اینجا پیش قدم کرد، بعد روسیه، بعد کشور دیگری، بعد کشور دیگری به می مسیر حرکت میکنه. درست. پس انحصاری را که امریکا تا 2.5 سال بالای جهان وضع کرده بود که بدون ما هیچ کسی نمیتونه افغانستان به رسمیت بشناسه یا از لیست سیاه دور بکنه، امروز او قلدوری امریکا دیگه اختتام پیدا میکنه در شرق دنیا و بخصوص در این منطقه ما. و از یک طرف کشورها یکی پی دیگری به اصطلاح مشت آهنین خود به دهن امریکا میزنه و انحصار منطقوی امریکا را پایان میبخشه و واقعیت ها تن میده. این حرکت قزاقستان در سطح جهان امروز 20 سال جهاد مردم افغانستان و جنگ آزادی بخش مردم افغانستان مشروعیت و اقتدارش اعلان میکنه و امروز امو جهاد افغانستان بوده که حکومت کنونی محصولش است و حکومت کنونی را یک حکومت باثبات، مقتدر و استراتژیک میدانه و میخواهد که عضو فعال و استراتژیک نظام منطقوی، نظام مدرن منطقوی، جهان مدرن باشه. پس هم افغانستان وارد یک مرحله جدید میشه، هم منطقه، هم شرق و هم دنیا. بله. و این تغییرات و تحولات به نفع افغانستان است و افغانستان هم به نحوی از آنها جایگاه شامخی در این تغییرات و تحولات داره. پس امروز آغاز یک فصل جدیدی است در منطقه به خاطر اختتام دیکتاتوری آمریکا و احترام به نبردهای آزادی بخش و سازمان اسلامی به نام طالبا که هم یک سازمان اسلامی بود، هم یک سازمان ملی بود و هم نبردهای آزادی بخش و جهاد رهبری مدیریت کرد و به پیروزی رساند. سپاسگزار. سپاسگزار آقای حسن. خب میدانین قزاقستان یک قدم به جلو گذاشت نسبت به کشورهای دیگه. حسن نیتی که باید امارت اسلامی نشان بده به گفته شما چی است؟ چی باید بکنه در قبالش؟ امارت اسلامی باید به اسرع وقت اجازه بده خانم ها به مکتب برود، اجازه بده خانم ها کار بکنه، حقوق مشروع انسانی هر فرد افغانستان جدا در نظر بگیرد، اختلافات کوچک قومی مذهبی در افغانستان وجود داره و ریشه‌کن کردن از اقدامات جدی بکنه. مسئله دیگه از که از امارات اسلامی امروز صداهای رشوت و فساد بسیار بلند میشه، واقعا برای یک دولت اسلامی مقتدر که در تمام افغانستان قدرت و حاکمیتش پخش شده، یعنی فساد و رشوت در یک دولت اسلامی ننگ است، عیب است، شرم است. باید در این مورد بسیار اقدام جدی بکنن، فاسدین، رشوتخورا، دزدان باید از افغانستان ریشه کن بکنن تا مردم افغانستان بتانه بعد از این با یک زندگی خوب و رفاه به دست بیارن. علت از این که قزاقستان در این وقت زمان چطور سریع بعد از گفت سریع بعد از 3 سال چی کرد؟ ببینید ترکیه نقش اساسی را در مورد امارات اسلامی و افغانستان در منطقه بازی میکنه و رول های عمده را ترکیه برای قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان داره که آذربایجانی ها دیده باشین سفارت خود در افغانستان فعال کرد، یک رابطه بسیار حسنه را برای امارات اسلامی با وجود آوردن به خاطر که مسائل اقتصادی حوزه‌ای منطقه، اقتصاد از این منطقه برای همگی، برای جهان، برای منطقه بسیار مهم است. بنان تمام کشورهای این منطقه عمدترین بخش خود را سر مسائل اقتصادی قرار دادن که یک بخش عمده اقتصاد از این منطقه خطهای عبور از افغانستان، مواد را که از افغانستان انتقال داده شود اینجاست. گرچه یک دشمن سرسخت دیگری افغانستان داره، او پاکستان است، سنگ اندازی های بسیار زیاد میکنه، تمام روز مسائل در افغانستان
جلوه های بسیار خراب میده، حرکت های بسیار غیر انسانی را در مورد افغانستان و افغان ها در تمام سطح دنیا منطقه انجام میده و امروز کشورهای آسیایی میانه دیگر از پاکستان نمیخواهند بشنوند در مورد افغانستان، خودشان مستقلانه تدابیر خود میگیرند، سنجش میکنند چه رابطه های را در افغانستان انجام بتن. اگر شما موارد را که آقای حسن شما به عنوان حسن نیت یاد کردین که امارت اسلامی باید این اقدامات را روی دست بگیره، اگر روی دست نگیره فکر میکنین که کشورهای دیگر منطقه ای هم خب بیاین تامل را بیشتر بکنن، نام رهبران امارت اسلامی را از فهرست گروه های حراس افغان حذف بکنن و حتی بحث به رسمیت شناسی را مطرح بکنن؟ ببینین امارات اسلامی اگر میخواهد در داخل جامعه جهانی و جامعه منطقوی داخل شود باید یک مقدار اقدامات درست را انجام بده. در قرن 21 هیچ کس باور نمیکنه یک ملت دخترای خود اجازه نده که مکتب بره و خانمها را اجازه نده کار بکنه. امارات اسلامی در این مورد دلایل مقنعه اسلامی را ندارم، اگر داشته باشم واضحا ذکر بکنه نظر به این دلیل، نظر به این عادت، نظر به این حدیث اینه اجازه نیست دخترها مکتب بره و خانمها کار بکنن. او تو یک چیزم در نظر نداره. تا امر ثانی، مسئله امر ثانی از یا 3 سال تیر شد واقعا برای مردم افغانستان، برای مردم منطقه رنجاور است که یک ملت بی سواد، خانم های بی سواد در جامعه بار بیه، مردم ما از این نایه رنگ میبرن. زیادترین فرارها از افغانستان به خاطر نجات اولادایشان، به خاطر تحصیل از بدبختانه مثل رنگ میبرن مردم افغانستان در ارتباط. خیلی سپاسگزار آقای اوریا. خوب اقدامی را که کازاخستان روی دست گرفته فکر میکنین نتیجه سیاست فعال خارجی وزارت خارجه امارت اسلامی است یا نه؟ خب کازاخستان منافعش را در امی میبینه که باید تعامل را بیشتر بکنه با امارت اسلامی. سه عامل اساسی داره. یک عاملی است که تضادها و نبردهای شدیدی که فعلا بین روسیه، امریکا و غرب قرار داره و این نبردها با شکل گذشته با گذشت هر روز بیشتر و شدیدتر میشه در مناطق مختلف دنیا و در پهلوی از جهان گذار میکنه، از جهان یک قطبی به دو قطبی. این یک عاملش است. عامل دومش کشورهای منطقه ما و شرق منافعش با جغرافی افغانستان پیوند ناگسیستنی و ارگانیک داره. ارگا دروازه افغانستان بروی آسیای مرکزی بسته شوه اونا به این معنی است که در یک زندان جغرافیایی هست و امروز که روسیه اروپا برویش بسته شده دروازه هایش نیاز داره به دروازه افغانستان، آسیای مرکزی، بلاروس نیاز داره، چین نیاز داره، پس منافع این کشورها ایجاب میکنه که به خاطر تامین منافعش افغانستان به جزء لاینپک و جزء استراتژیک نظام منطقوی باشه. عامل سومش سیاست فعال امارت اسلامی افغانستان هم در 20 سال گذشته و هم حال، به خاطر که حال محصول 20 سال گذشته هست و موقف شامخ و جایگاه بلند و اقتدارش. وزیر خارجه و در پهلوی ازی کابلوب میگه که ما از افغانستان یک پارچه با دولت مقتدر طالبا حمایت میکنیم و ای را به نفع روسیه و کشورهای منطقه میدانیم. بله. پس اقتدار رو که حکومت افغانستان در طی 2.5 سال داشت ای باعث ازی شد و پالیسی های داخلی و خارجیش البته مشکلاتی وجود داره، مثلا با شدن مکاتب دخترها باید باشه و زمینه تعلیم و تحصیل و کار باید فراهم شوه، با همه این مشکلات حکومت افغانستان توانستند که اقتدار خوبی را به نمایش بگذاره و حقانیت خود را تثبیت بکنه. این سه عوامل دست به دست هم دادن و قزاقستان ایگام برداشت، به تعقیبش کشورهای دیگر هم آیستا آیستا به رای قزاقستان گام برمی دارن. نخست
امارت اسلامی را از لیست سیاه خود دور میکنه، بعد با رسمیت شناسی مطرح میشه. واکنش آمریکا چه خواهد بود آقای اوریا؟ خب میدانین وقتی روسیه اعلام کرد که بررسی میکنه حذف نام رهبران امارت اسلامی را از فهرست گروه های حراس افغان، نگران کننده دانست او زمان ایالات متحده آمریکایی اقدام روسیه را. امروز برای آمریکا و متحدینش و امروز برای جنرال های خوناشام پاکستان روز سیاه است به ارتباط افغانستان. امروز روز استراتژیک شکست دیپلماتیک اینا در برابر حکومت افغانستان پنداشته میشه و بگذار که اونا در روز سیاه خود همونطور اندوهگین و نگران باشه و در درد و رنج خود پرو بره و مردم افغانستان به سوی آزادی، استقلال و در نتیجه شکوفایی و ترقی و تعالی گام برداره. پس میبینیم که جهان به دو بخش تقسیم شد، یکی آمریکا، دیگه نظام دست نشاندهش پاکستان و یک پنج شش کشور دیگری. مگر اکثر کشورهای دنیا امروز با افغانستان هست، از افغانستان حمایت میکنه و آمریکا با چند متحدش در برابر افغانستان در یک انزوای دیپلماتیک قرار داره و این انزوا با گذشت هر روز بیشتر میشه. آقای حسن، خب یک بخش بازی را شما اشاره کردین، آقای اوریا هم، خب بازی شرق و غرب باعث شده که کازاخستان بیاید این گام را برداره. چی شوه به باور شما که خب این بازی میان شرق و غرب به نفع افغانستان باشه و تعامل بیشتر تر شوه با امارت اسلامی؟ منظورم وقت بحث شرق و غرب میشه، خب بازی بیشتر بازی تقابل است. در چند سال آخر مسائل منطقوی را، دو چیز براتان میگم، مسائل حل بحران سوریه را که بین روسیه، ایران و ترکیه بود، در قزاقستان همیشه جلساتش دایر میشد، مرکز جلسات رای حل ازا قزاقستان بود. در این اواخر جلسات رای حل جنجال دوامدار 30 ساله ارمنستان و آذربایجان در قزاقستان حل شد. یعنی قزاقستان یک محوریت راه حل و راه میانه، راه صلح که مثل قبلا در نروژ بود، در سوئیس بود، در کشورهای دیگه بود، قزاقستان یک نقش میانجیگری هم در این منطقه پیدا کرده. در آینده نه چندان دور مطمئن باشین گروپ های متخاصمی که در مسائل افغانستان دست پنجه نرم می کنند، شاید توسط دولت قزاقستان جمع شوند، یک راه صلح دائمی را برای افغانستان یا تدارک ببینند. یک از کارهایی را که قزاقستان در نظر دارد اینمی بخشی عمده صلح دائمی در افغانستان باید پابرجا شود. بنابراین قزاقستان نقش مؤثری را در ارتباط بازی میکنه. بله، و تاثیر گذاریش چی بوده میتونه از قزاقستان وقتی بخواه این نقش را بازی بکنه؟ ببینید، قزاقستان امروز تجارت را که قزاقستان امرای افغانستان داره بسیار کم کشور منطقه داشته باشه و نقش میانجیگری را همیش نقش معتدل، نقش یک برادر بازی میکنه. قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان یا رابطه های بسیار نزدیک با مردم افغانستان دارن، هیچ نوع کار خلافی را که طرف سیاست افغانستان را تخریب بکنه، مردم افغانستان ضرر ببینه یا تا هنوز انجام نداده، بعد از اینکه قزاقستان حرکت های منظم منسجم را در مورد افغانستان انجام داد، آذربایجان، ازبکستان و کشورهای دیگه هم با این یک جای شده، عملیات به رسمیت شناختن امارات اسلامی را در آینده شاید تحت پلان خود بگیرن. خیلی سپاسگزارم آقای اوریا. فشرده اشاره بکنین، امارات اسلامی چطور استفاده بکنه از این فرصت؟ واقعا برای حکومت افغانستان شرایط منطقه و شرایط کنونی منطقه و شرایط کنونی جهان یک فرصت طلایی است و همچنان شرایط داخلی افغانستان که یک نظام بی بدیل و یک حکومت بی بدیل هست، شرایط استثنایی و فرصت های طلایی هست. اینا از یک طرف دست به اصلاحات بزنه و در پهلوی ازی اقتدار خود حفظ بکنه به خاطر تامین حفظ منافع ملی هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی.
خیلی سپاسگزار حضورتان مهمانان گرامی و برنامه. پایان فراخبر. وقت بر همه شما خوش.